روز گذشته سهشنبه نشست اتحادیه عرب با حضور سران و مقام های مختلف عربی در کشور الجزایر برگزار شد همزمان با این نشست سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیه رسمی صادر کرد جزئیات بیشتر در گزارش همکارم هی در مجید همزمان با برگزاری نشست اتحادیه عرب در کشور الجزایر سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیه ای رسمی صادر کرد. مسلمان آزاده در این بیانیه از کشورهای عربی خواست اصلاحات جامعی در زمینه مختلف اعمال کنند و برای یافتن راه حلی مناسب جهت پایان دادن به بحرانهای موجود در کشورهایشان تلاش کنند. در بخش از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده پادشاهان، رؤسا و رهبران کشورهای مختلف عربی در حالی برای برگزاری نشست اتحادیه عرب در الجزایر گرد هم آمدند که جهان امروز در وضعیت سیاسی مختلفی قرار دارد و اتفاقاتی در حال رخ دادن است که بعد از جنگ جهانی دوم در جهان بی سابقه بوده است. از همین رو ایجاد می کند که برای آینده ملت عرب و برای وضعیت امروزشان چاره اندیشیده شود که با تغییر و تحولات جاری در جهان متناسب باشد. در ادامه این بیانیه آمده بر همین اساس بر رهبران و حکام عرب ایجاب می کند که هرچه سریعتر اصلاحات شامل و کاملی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را آغاز کنند تا جلوی بحرانی تر شدن وضعیت فعلی ملت های عرب را بگیرند وضعیتی که دستاورد ده سال اشتباه روی هم انباشته شده است. این بیانیه افزود مهمترین این اصلاحات ایجاد زمینه برقراری دموکراسی مبارزه با فساد مالی و اداری و پایان دادن به مصادره و تعدی به حقوق عمومی به ویژه آزادی بیان و مبارزه مسالمت آمیز است. در کنار همه اینها باید به بهبود وضعیت معیشتی و اصلاح سیستم آموزشی و خدمات بهداشتی هم توجه ویژه‌ای کنند زیرا از حقوق اولیه و انسانی است. سازمان مسلمان آزاده همچنین در بیانیه خود خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و روزنامه‌گاران و فعالان حقوق بشر در کشورهای عربی شد. این سازمان همچنین خواستار پایان یافتن اختلافات میان کشورهای عربی شد تا گامی مؤثر باشد در مسیر اتحاد بین مسلمانان.